برنامه دیویس رو دو سه تا اپیزود رفتیم و حالا صرفا فقط هم امین و من دنبال میکردم. یکی و خیلی بچه ها تو کامنت ها اسمشو میگفتن که اینم چک کن اینم چک کن، خواننده راکه و بسیار واسم جذاب شد وقتی که حالا یه سری از استوریای امینم دیدم، متوجه شدم که اینم حالا یه نگاهی بهش بندازیم. ماریا، نظر من اینه که اول بریم اجراشو توی دیویس ببینیم، اجرای آخرش رو، صرفا فقط اجرا رو، چون فکر نکنم بتونم نظرات داور رو اینا نشونتون بدم چون کپی رایتش اشکمو در میاره هر سری که من میرم سراغ دیویس. اول بریم اجراشو ببینیم، بعد بریم کارای مستقلش که حالا قبل از این اجرا داشته رو یه چک ریزی بزنیم و کاملتر راجع به ماریا صحبت کنیم. خب مثل این که مار مهراد هیدن رو اجرا کرده، مار که ترکاییه که من خیلی ناراحت می شدم وقتی یکی حالا اسم راک ایران می اومد این ترک رو می گفت، چون جزء حال کاری که تو راک ایران اومده جزء ترکای خوب این جان نیست، یعنی اجرای مهراد هیدن واقعا باعث شده که اون ترک انقدر دیده شه و حالا شهرت مهراد هیدن، صدای مهراد هیدن، من شعره این کار یکی از ضعیف‌ترین شعرهایی که تا اصلا میتونید تو مارکت موزیک ایران پیدا کنید. مهراد هیدن توی شعر نوشتن و حالا شعر خوندن یه سری جا اوکیه، اکثر شعرهایی که مهراد هیدن نوشته و حالا داره اجرا میکنه افتضاحه. برو بریم. ترک ها رو خودشون انتخاب میکنن، من اینم نمیدونم که ترک ها به انتخاب خودشونه یا خود بیژن داره واسهش انتخاب میکنه، چون به شدت هوشمندان است این ترک ها انتخاب کردن. آفرین. صداش هستم. یه نکته ای که ماریا داره اینه که من خیلی وقته ندیدم کسی بیاد توی حالا یه استعدادیابی، یک خانومی حالا مخصوصا، و ادای یکی دیگر رو نخواد در بیاره. میدونم چی میگم، یعنی این سبک ندیدم، یعنی حالا کسایی که میان شرکت میکنن دوست دارن یک نفر دومی از یک کسی باشن، یعنی سعی میکنن شبیه اون اجرا کنن. امین میاد موسی چاوشی میخونه با سیاوش قمشی، دو تا از خواننده هایی که حالا بعدن بذار من یه اپیزود میرم سر اصلا فقط کامنت های مردم نسبت به کارهایی که بچه ها انجام دادن و درک واقعا پایین اکثر مخاطبا از برنامه های استودیویی کاملا میتونی مشاهده کنی، چون حالا تقصیری هم ندارن اونقدر، به خاطر اینکه از اول عادت کردن هر کیو که حالا تو استعداد یابی ها میبینن بگن که این فلانی دومه، ولی هم ماریا که الان داریم نگاه میکنیم هم امین یه همچین داستانی رو ندارن. میدونم چی میگم، یعنی خودشونن و دارن اون ترک رو به سبک خودشون، یعنی یه جورایی با صدای خودشون حالا دارن اجراش میکنن، که نوع درست کاور کردن موزیک هم به نظر من همینه که تو نباید مثل اون اجرا کنی، باید حالا یه ارزش افزوده‌ای به اون کار بدی، تو شعر رو داری، ملودی رو داری، ولی خب صدای توئه که اون رو باید متفاوت کنه، کاری که الان داریم قشنگ
دوستان شعر واقعا بده، واقعا این شعر بده. اوکی اجرا شو دیدیم، واقعیتش نظرم جلب شد جدی، یعنی دمتون گرم که حالا یه همچین پیشنهادی رو دادید. بریم تو اینستاگرامش ببینیم که کارهای خودش چجوری بوده. اینکه دوتا از بهترین شرکت کننده های این مسابقه، یکی که اصلا خواننده متال، خواننده وکال حرفه‌ای متاله و سالهاست داره اجرا میکنه، یکی هم ژانر موسیقی که داره کار میکنه راکه، این کامل نشون میده که حالا بالاخره داره میاد رو، بالاخره داره دیده میشه این ژانرها، بالاخره داره بیشتر بهش اهمیت داده میشه تو این ژانرها و بسیار خوشحال کننده است. این مسئله بسیار خوشحال کننده است و آینده خوبی رو به نظر من تونیم انتظار داشته باشیم. برو بریم. موزیک از عرس بنده، شعرم از فاطمه اختصاری. اوکی، عرس بنده من تا حالا نشنیدم. برو بریم. کسی که بخواد اوزای پارما رو فو بکنه، یه زنم که دلش نخواسته به این نفس پارچه ای بکنه. من صدای یه نسل معترضم که میخواد شهر رو زیر و رو بکنه، خشمشو تو چش بکونه، حرفشو تو سرت برو بکنه. بس که حالا یه تیزری بود و نمیدونیم کامل چیکار کردن، ولی همین کافیه که من یه سری حرفا رو بزنم راجع به آینده موسیقی راک ایران که به نظر من بیشتر از قبل میتونه خودش رو پیدا کنه و بدونه که داره چیکار میکنه. نکته اساسی زبانمون، زبان فارسی. ما یه اشتباهی که به نظر من میکردیم، حالا از دید یک مخاطب موزیک دارم فقط به این مسئله نگاه میکنم، موزیسین رو ولش کن فعلا، از دید یک مخاطب موسیقی راک بذار به این داستان نگاه کنیم. اشتباهی که ما میکردیم این که توقعمون از یک موسیقی راک خوب، حالا که به زبان فارسی هم اجرا شده، من حداقل این همچه اشتباهی میکردم، این بود که من میخواستم مثلا یک چیزی شبیه آلتر بریج ببینم، شبیه شایندان ببینم، حالا بریم عقبتر شبیه گانز ببینم، و این دقیقا اشتباهی بود که من میکردم. وقتی که حالا با کشورهای دیگه، با راک کشورهای دیگه آدم آشنا میشه، متوجه فرق ساب ژانرهایی که حالا توی اون کشورها، ساب ژانر راکی که تو اون کشورها داره اجرا میشه، کاملتر میشه که آقا برگ برنده اونا اینی که زبان خودشونو خیلی درست جا بدن توی اینسترومنتال کار. میدونم چی میگم. مثلا مثالی که من میخوام بزنم تو همین کشوری که دارم زندگی میکنم، ترکیه. یکی از بزرگترین ساب ژانرهای راک ترکیه هست دیگه، کسی به اسم خودشون هم هست و اتفاقا به خاطر یک، یه سری سازهایی که اضافه میکنن، دو، ملودی که مال خودشونه و اورجینال واسه خودشونه، و سه، زبان ترکی. این سه تا رو به درستی اجرا میکنن تو موسیقیشون. به همین دلیل هم است که ساب ژانر راک ترکی یکی از مهمترین ساب ژانرهای دنیاست، حتی انقدر ویو داره میگیره. به دنبال این باب باشیم و الان یه چکیده هایی از این داستان من میتونم ببینم حالا تو ترکی که میبینیم. با اینکه موسیقی راک ایران واقعا خروجی های خوبی داره، آرتیست های درست حسابی اومدن، کارهای قوی ساخته شده تو این ساب ژانر با این همه سانسور و این همه دن سرویسی که زیر جمهوری اسلامی داشتن، الان یه پوست اندازی وقتی بخوایم بکنیم، الانی که حالا یه جورایی سوپر استار داره برنامه های دوایس اینجور چیزا معرفی میکنه به مردم که مردم بخوان اینا رو چک کنن و سلیقه‌شون رو آپدیت کنن، سلیقه‌شون رو سمت یه سری چیزای دیگه ببرن، اینجاست
که باید بچه ها از تست کردن یه سری چیزها نترسن، از کشورهای همسایه نگاه کنن که اونو چیکار کردن، ملودی خودمون استفاده کنیم، زبان خودمون رو به درستی درست‌ترین شکل ممکن جا بدیم تو اون ساب جان، و اون موقع ببینیم که فیدبک مخاطب کژوال چه جوریه. به نظر من آینده این ساب ژانر موزیک توی ایران روشن‌تر از همیشه است. الان بچه‌ها نشون میدن که چه وکالای با استعداد و قدرین به اصطلاح. دمتون گرم، تا ویدیوی بعدی موزیک خوب گوش بدید. Not everyone likes metal.